یه راهی داره برای جلوگیری از سوزش. برنج در آخر برنج اضافه میکنم بهش. بادمجونا رو ساتوری میکنم ولی معمولا میکوبن اهالی شما. ترش بود. نه من واقعا شوکه شدم دیدم رستوران میشه. یعنی یک و یک و سه. پس چه جوری میخواد ببره؟ دلم میخواد آواز بخونم. بخون هیجان زو. بخون. برای اینکه شب ما جذاب‌تر شه. مرغ زرد تخم طلا گردن همای دم کلاه. شیش قرون میخریدنش والله به خدا نمیدادم. شبها مونسم بود، روزها همدمم بود. امتیاز آقای اشکان خطیب در اولین شب مهمانی شام ایرانی آقایان شد 230,000 تومان. سلام، شکریم. 1 2 3. چقدر هیجان انگیز، چقدر ما ماهیم، چقدر قشنگه. من میرم به نفس مصنوعی بدم. سب کن فکر بکنم الان دست مصنوعی چون رو خودش رو به نظر من تو قیافه 8-7 رو امتیاز رامبد جوان در دومین شب مسابقه شام ایرانی شد 250,000 تومان. سلام جان. سلام جان. نخشده. سلام. سلام شما چطوره؟ خوب هستی؟ شما بیا پایین سویانه دوید دم در. آره. میدونین واقعا این که خاموش شد. آرزوی من برای سروش اینه اگه میخواد اول شه حداقل خوشمزه باشه. شک دارم. روشن موند. هورا. مشکلات حل شد. من گفتم برو با دوستان بازی کن. چرا دعوا نکنین؟ دعوا نکنین. من دارم جدی جدی یواش یواش چیز میشم، اوقاتم داره تق میشه. اون از گاز، این از شیر. اگه شیر نیست پس منم آشپزی نمیکنم. ببخش. بابا دیگه خودتو بار میکنی. چه بفرمایید شامیه؟ سلام. بسیم سلام. آقا همین جوری به علاوه 50 امتیاز. چرا؟ اینجا رو بیا. نه همش. آقا این سیخو من میخورم. من که نباید امتیاز بدم. ببینید این واقعا سرفکندگیه به نظر من. اصلا که از بشم دوباره برگشتیم سر اون قضیه. من از همشهری ها موز مکنم. امتیاز آقای سروش سخت در سومین شب مسابقه شام ایرانی شد 260,000 تومان که بالاتر از رامبد جوان با 250,000 تومان و اشکان خطیبی با 230,000 تومان قرار گرفت.
دست شما درد نکنه. خیلی زحمت کشیده. آبرومونو بردی. آبروی ما رو بردی با این گل خریدنت. من؟ آخه این چه گلیه که تو گرفتی؟ ببین گل به این قشنگی زرد داره، صورتی داره، بنفش داره. این حالا کجا داری میری؟ ای ببخشید. شما تشریف نمیاری؟ این گل رو نگاه کن. همش زرده، زردش میخوره تو چشم. آی بیرن. برای گلته تازه عروس داماد قشنگ. آقای بیرن گل زرد گل عشق هست نه آقای بنفسه زرد گل عشقه. بله زرد گل عشقه. چند گرفتی؟ آه آه مناسب مناسبه بله خوبه. گل ها غذای لیونی چرب و چینی هم دوست ندارم. آره به نظر من یکم چرب هم ولی حاضرم امتحان کنم. غذای چرب غذای چرب اگه غذای چرب دوست نداری میتونیم بریم یه جایی دیگه. این غذا چرب غذای لیونی غذای چرب میان من ده. نه بدم نه میخوام امتحان کنم نه میخوام سرچ که اگه میخوایم میتونیم بریم همونجا وگرنه میریم یه جایی دیگه. من هر کاری شما بکنید منم میکنم. دقت کردی مارک؟ اون هیچ وقتش نظری نداره، همیشه هر کاری ما کردیم اونم کرده. شما دوتا چتونه؟ چرا همیشه اینطوری شدی؟ این قراره بریم یه شام بخوریم همین. خب راست میگه، یه بار تو هم یه نظری داشته باش دیگه. بسته بچه ها، اگه میخواین دقیق دلیاتون رو سر من خالی کنین من نیستم. من امشب یه شام خوشمزه درست کردم، دلم میخواسته با هم بود. سلام علیکم. سلام. خوش که میبینیم وضعیت خونه همون دیدین؟ خب این هم وضعیت زندگی خونه همه. خب خیلی خوش اومدیم. قربون تو برم. خوش میگذره. فرد نیستم مرسی. حال شما مخلصیم. سلام. خوبی. خوبی این گروه شما. خیلی مخلصیم. چه خبر خوب. همه چی مرد. درواز بود. همه چی که مرتب. دیدین آشپز خونه رو دیدین بیر اون توی پذیرایی اونم به همه دستاره اونم به همه اینجا نشیمن جا همه جا در خب اینجا هم که ببینم بله برای جایی مرتب اینجا رو مرتب کردی فقط اینجا رو مرتب کردی تو شیش صبح بیدار بودم اینجا رو مرتب آره خب من اگه کتاب هم جور نباشه نچیده باشم ذهنم برمیخته است نمیتونم بریم بریم آقا چرا زحمت کشید قربونتون برم مرسی سنگینی که خیلی سه گلدون سنگینی که بارزوی خوشبختی و سعادت از طرف چیز یه مشکل کوچولو داریم که این بخش زردش دو سه بوم این بخش چیزی شکل سوم من بهش گفتم بهش گفتم گفتم یه ذره چیزه یه خیال به چه چیزه دقت میکنی برای آدم هایی که زرد شما میتونی رنگ زرد بذاری که بابا نمیشه که اینو مردش گذاشت اونجا که بابا دوباره شروع کرده قشنگه قشنگه آقا دیر میشه بریم من نفس کنم قزام درست بریم نه خیلی هم قشنگه این سنگینه ها نه میارم نه میارم بگی مرسی قربونت برم بفهم بریم که من اینا را به شما بدم سریع با هم و اما منوی آقای مهدی پاکدل برای مسابقه امشب شام ایرانی دلمه برگ مو دلمه برگ مو که اصلا هیچ کاری نداره باشه این چی اون وقت؟ دلمه برگ مو خب این برای چی اینو درست کرده؟ اینو کی درست کرده؟ مهدی پاکدل؟ که چی؟ میخواد درست کنه میخواد درست کنه؟ پیش غذاشه؟ باقالی پلو با گل ماهیچه باقالی پلو با گل ماهیچه یعنی چی؟ کجای ماهی؟ کجاشه گلش؟ خیلی دوست دارم گلشو بخورم مهدی پاکدل همشهری ماست اصفهانیه بعد دلش نیومده بنویسه باقالی پلو با ماهیچه میخواسته نوشته گل ماهیچه یعنی ماهیچهش دیگه خیلی فردعلا و خواسته تاکید بذاره که ماهیچه خیلی خوبی به کار میبره گل ماهیچه و دسر کوکتل میوه‌های تابستانی همین خب که چی
چی باید بگم الان؟ مگه مهدی بلد غذا بپزه؟ خودش میگه 12 سالی که من آشپزی کردم یکم هستم. یکم هستم؟ آره یعنی درجه یک. سعی کنیم جدی باشیم. به هر حال هر کسی نظری داره راجع به خودش. دلمه برگ مو به عنوان پیش غذا، غذا باقالی پلو با گل ماهیچه، دسر کوکتل میوه های تابستانی. ایشالا که خوبه. سعی میکنم خیلی راجبش فکر نکنم. من اصلا همینجوری بخوام روی این منو نظر بدم، دلایل زیادی براش هست که بهش نمره خوبی بدم. دلمه برگ مو، اینکه ماهیچهش گله، گل ماهیچه بودن، باقالی پلو، کوکتل میوه ها همشهری بودن، مهدی خیلی خوش تیپ و برازنده و خوش قیافه و بعد تازه ازدواج کرده. خود این اصلا بعد همه باهاش کمک کنیم دیگه، تازه ازدواج کرده. ولی از اونجایی که من تو این رقابت دنبال این میگردم که به دلیلی به هر کسی کمترین نمره رو بدم، به مهدی هم چون توی عروسیش من رو دعوت نکرده، همون یک کذایی رو دوباره اینجا هم بهش بیشتر نمیدم، چون دلخورم دیگه. حالا قضاش هر چقدرم عالی باشه، وقتی عروسی دعوت نمیکنه اینجا جای جبرانشه، جای تسبیح حسابهای شخصی اینجا. خب چرا میذاری که این زنها اینقدر اذیتت کنن؟ خب من چه میدونم چرا میذارم اذیتم کنن؟ اصلا همشون دیوونن. لاغر شدی. نه لاغر شدی. درست لاغر بخون. شدی. این میخوای درست نخونی؟ نه خب درست. چجوری باید بخونم؟ همه رو آقای بیرانی بخونم. لاغر شدی. لاغر شدی. راحت. چجوری به من میگی؟ معلوم. لاغر شدی، آفرین. ایوان توی معلومه. معلومه از دل واپسی 4 کیلو. منم. خب دارم حفظ میخوام. من قراره حفظ کنم. خب برای چی حفظ کنی؟ خب تو معلومه از دل واپسی 4 کیلو لاغر کردم. زندگی شیرین، این کتاب راست کار منه. راستی خوندی چطور هست؟ مارک. یه شاهکاره، یه اثر جاودانه. خودش نخوندتش. کی نخونده؟ خودش نخونده دیگه. خوندی مگه؟ اصلا من تو یه ای دارم. این کتاب رو تو خوندی؟ این کتاب رو خوندی؟ این کتاب. پس این چی میگه؟ من چی میگم؟ بابا اینجا نوشت. چی میگین شما ای بیرن؟ تو گفتی این کتاب رو خوندی؟ بیرن که با مارک. چرا قاطی میکنین؟ چی پس این چی؟ نه. ببین بچه ها، ما الان داریم. آی بیرن معذرت کن. ما رضا جون، ما داریم متن رو تمرین میکنیم. چرا این یه جوری گفت این کتابو خوندی؟ من فکر کردم این منظورش اینه که این کتابو تو خوندی. خیلی زندگی شیرین. خب بریم. خوندیش؟ نه من نمیدونم اصلا چی هست. خب بریم. خب. اثر افرو. خب بریم. الان چیکار میکنی؟ دارم برای دلمه پیاز. پیاز. آره خب بخوام اشک شما رو هم در بیارم. نه تو خدا. برو. عجب شاقه بدیم. خودش نخوندتش. نخوندتش. پس این چی میگه؟ کی؟ من نخوندمش، ولی الان سرچ گفت که یه شاهکار. گفتم شاهکاره چون یه شاهکاره دیگه. البته که هست. ناراحت شدی؟ تو فکر می‌کنی من بیخود میگم یه شاهکاره؟ ولی این لحن حرف زدن تمسخرآمیز ها. من البته من کی حرف تمسخرآمیز؟ البته اینو من باید میگفتم. اینجا چون ایوان دیالوگ نداره یه ذره تندتر بخون. اینا رو ما بخونیم بس دیگه. تون بخون بخون. مارک اصلا زده به سر تو، فقط نگفتی که شاهکاره، گفتی که فوق مدرن. آره خب که چی؟ مارک تو یه جوری میگی که فوق مدرنی که انگار مدرن بودن بالاترین صفته. انگار که بالاتر از مدرن بودن دیگه چیزی نیست. خب همین. البته متوجهی که من الان از فوق نمیزنم. حرف از فوقی نمیزنم. فوق فلانه. خب اوکی میریم تا اینجا که من میگم شما که خیال نداری امروز با هم دعوا کنین. به نظر تو فوق العاده نیست که یک نفر 2000 سال به چیزی نوشته باشه و هنوزم معاصر باشه؟ وای دیوانه که وایس ببینم کی فکر کنم ببخشید ماشین اومده دم. ای بابا. آره به خدا. بله 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 الو الو اینا اومدن دم در. ببخشید من یه ماجرایی رو براتون نگفتم. من یه ساعت بعد برم یه برنامه زنده است تو جامعه جمع. خب اونو اجرا میکنم برمیگردم یه ساعت. تا
تا این پس این جریانش برنج و لپه دلمه بپزه اینا چی بود؟ اینم هست بابا دروغ که من به شما نمیگم مال فرداست آره مال فرداست مال امروز ساعت 5 اون خب اونو دروغ گفتم مال فرداست اتاقو درست کردیم آره نه اون مال فرداست اشکی مالم در اومد ولی این ماشین اومده پایین من یه ساعت میرم تا این لپه و برنج دلمه با گوشت بپزه من میرم برمیگردم خب الان که نه الان فکر کنم یه رو 20 دقیقه دیگه بیاد نمیده ولی میبینیم من تو چه شرایطی آشپزی میکنم از همه شونم میبرم امروز سر تو رو دعوا درد میکنه اصلا درد نمیکنه نه ده جا باید برم شما کار شما که خیال نداریم با هم دعوا اینو باید بگی دیگه خب من نمیخوای حفظ کنی حفظم آقا بی خیال شید شما که خیال نداریم با هم دعوا کنی این مدلی که شما میگین من هزار سال همونایی هم که یادم از ذهنم میپره به نظر تو فوق‌العاده نیست که یک نفر 2000 سال پیش چیزی بنوشته باشه دیوانه کردین منو الان چیکار می‌کنی برنج رو چیز می‌کنی می‌خوام آره برای دلمه برنجام بذارم بپزه آه این الان برنج برای غذا نیست برای دلمه است بله برای دلمه زندگی چه چون میزان خوبه؟ پختش فرق میکنه دیگه آره برای دلمه و باقالی پلو زندگی زندگی چطوره خوبه خیلی خوبه بگو به خدا اما جردی بهتر جردی نه نمیشه اینطوری قیاس کرد نه نمیشه چجوریه اون یه دوره یه برای خودش اینم یه دوره یه اصلا واقعا قابل قیاس نیست واقعا قابل قیاس نیست از چه نظر؟ خب آره دیگه از چه نظر قابل قیاس نیست؟ آره خب ترشه چه ترشه؟ برگو اون برگو خالی خالی نخور نه این خوب پرش من داشتم راجع به زندگی زناشویی باهاش صحبت میکردم واقعا ببخشید من آخه برگ مرغ خالی میخوام چرا مگه مشکلی داره برگ مرغ خالی خوردن نه مشکلی که نداره ولی چه کاریه مگه ولی با حالا چه نظر متفاوته خاصه آخه یه سوال عجیبی آخه چه نظر متفاوته خب دیگه ولی چی بگم از خیلی مواره جدی؟ آدم الان من یه آرامشی دارم که قبلا نداشت ولی خب زمان مجردی هم یه آرامشی داشتی که الان نداشت خب الان دیگه فکر میکنم نوبت گوشت خب گوشت مال چی هست؟ گوشت که گفتم مال دلمه است مال دلمه است بله قراره با برنج و لپه قاطی بشه قاطی بشه یعنی میشه مایه خوشمزه بله بعد میره توی اون برقای موم بعد توی قابلمه بره برای پخت اصولا دلمه رو میدونی چه جوریه دلمه اصولا گوشت داره بله همه دلمه ها من بکنم. من نمیدونم دلمه برگ مویی که من از مادرم و از بزرگتر یاد گرفتم اینطوری فکر میکنم آره قطعا دلمه ای هم هست که گوش نداشته آره، باشه بکنم. آره فقط گیاهی باشه خب بریم دلمه رو میذارن اصولا مادر بزرگا میذاشتن میپیچیدن میذاشتن رو بار تا صبح توی آره همچین درجه یک میشد اون قورهی که میپاشیدن آره دیگه کجا میفته ماشینه اومد آره میرم دیگه میرم تا اونجا بیفته و این کارش بشه میرم یه ست برمیگرم ببخشید ولی همه کارامو کردم و نگران نباشید امشب یه شام خیلی خوب میدم به بچه‌ها خیلی ببخشید یه موقع فکر نکنین پیچوندمتون نه بابا میرم زود برمیگرم مرسی مرسی ببخشید آقای بیرنگ تو خود خداحافظ زود میام برو موفق باشی پیچون بله پیچون
مهدی هم اینجا بود دیدی با همه لباس رفته بگیرن مهدی بسنده به این باور رسیده بودیم که نتیجه این کار چیز خوبی میشه چون انرژی همه بچه‌ها و گروه هم چقدر داری؟ من یه چیزی بگم الان ساعت حالا ساعت من میگم یه نکته هست و اونم اینه که مهدی پاکدل یه جایی با یه وعده‌ای داره و یه قراری داره که باید بره برسه به اون قرارش و به ما هم مدام میگفتش که من مثلا 20 دقیقه بیشتر نیستم و اینا اصلا شاید ممکن بود که نتونم سر فیلم برداری آره میدونم من از آقای ویژن بیرنگ عزیز که اگر این برنامه رو تماشا میکنه خواهش میکنم ایشون رو حالا یه ذره ما بتونیم بیشتر در خدمتشون باشیم برای اینکه بیننده‌ها خیلی دوستت دارم و به نظرم اگه الان بخوای بری یه ذره صحبت‌های ما ابتر میمونه من این قولو میگیرم و من حالا اینجا ریشک رو میذارم برای اینکه بتونیم این اتفاق بیفته با اینها عرضم به حضورتون که همه راجع به ازدواجش صحبت کن عاشق ماسی عاشق مال خودشونه یا عاشق مال خودشونه مال ماست باشه عاشق هم مال خودشونه مال ما گیریمش گیریم ما مال خودشونه گیریم ولی مال سجاده معذرت خواهم کرد چرا معذرت خواهی؟ چرا بزرگ؟ ببخشم ببینم خیلی عالی بود قشنگ صحبت کردی حال کردم تو رو خدا ببخش ما اونجا می اجازه گرفتم ازت اجازه من معذرت خیلی بانم این که مرسی مرسی که حواستون دستتون درد نکنه واقعا یه دنیا من همش درست شده وای خب بعد کافی بپیچی و بپیچی آره بپیچیش تمومه دیگه داری چی کار میکنی الان؟ میخوام برنج رو بریزم با باقالا و شوید که آماده شه دیگه قطعا بهنوشه سلام علیکم خوبی؟ قربونت برم مرسی خوبم چی شد؟ چهار تا این ساعته برای یه پرده رفتی؟ چی شد؟ چی کار که خسته نباشی؟ خب خداش خب آها برای امشب خب متوجهم آره بیا دیگه دست تنها دست تنها بیا دیگه بیشتر دلش دلش نه هنوز تموم نشد باش بیا منتظرتم قربونت موضوع خودتش خدافز خدافز دست تنهایی یا دلتنگی هر دوش این هم از این خب دیگه شویدم میخواد دیگه باقالی پلو با بله شوید آخه اسمش باقالی پلو با گوشت نمیدونم چرا شوید میخواد ببینم چه خبره وای اونام هنوز مونده یا ابل فضل الان میرسن من بیشتر نگران پردام پردای خونه آره نه نگران نباشین میرسه بی‌نظیر عالی یعنی من انقدر به سلیقه بهنوش ایمان دارم که حد نداره خب بریم سراغ دلمه ها چون به جوش بیاد ابتدا کف ماهی قابلمه را با چند برگ دلمه ما میپوشانیم دیدین؟ آره این چیه مربیه آشپزی؟ چون ممکنه بسوزونه خب این است حالا بریم بعد باید بین اینا یه ردیف که اینا رو ریختیم درسته یه ردیف که چیدیم دلمه ها رو درسته قوره و یکم شکر بپاشیم اونه که اصل قضیه است شکر کجاست میگم که زندگیمون
نیست چی به چیه؟ شکر نمونم کجاست؟ آه بهنوش کاش بودی اینجا. شکر کجاست؟ شکر رو میز نیست؟ همین میز کوچولوی وسط آشپزخونه؟ شکر بود؟ بله، شکره. شکر. همه کارا رو با دست میکنی یا مهدی؟ آره، من دوست ندارم آشپزی با چیزو با ابزارالات با دستکشو به خصوص معنی نداره، باید غذا رو لمس کرد. ایرادی که نداره آقا رضا، نداره بله. نماز دلمه کار من تمامه. خب فقط یه دسر کوکتل میوه دارم، میوه های تابستانی، اونم درست میکنم سریع. خب آماده بشم، بهنوش هم بیاد، پرده رو بزنیم، منتظر مهمونم. لباس هم عوض میکنم. آره قطعا باید دوش بگیرم، لباس عوض میکنم، بوی غذا میدم. خب حالا چیکار کنیم؟ معذرت میخوام، برنامه سینما هم که به هم خورد، بریم بیرون شام بخوریم. بریم شام بخوریم. آره دیگه قرار بود بریم سینما، بریم بیرون شام بخوریم. خب این همه غذا درست کردی، کجا بریم شام بخوریم؟ رضا دارم صفحه 48 صفحه 48 رو یه جوری به من رو دیم، ما حفظ کردیم، من رو دو سفر حفظ کردیم. نه خب این دو سفر هم تموم میشه بریم. من از ساعت متنفرم. نه نه ترخ نه نگید، اینو نگید، اینو نگید. من دوباره شروع کنیم همیه تیکه. خب شروع کنم. بگو. حالا چیکار کنیم؟ معذرت خواهم، برنامه سینماتون که منم خورد، بریم بیرون شام بخوریم. از من میشنوی؟ بله ایوان. بفرمایید شام. بفرمایید شام ایرانی. بفرمایید شام ایرانی. پس من رفتم. مرسی. قربون شما. قربون شما. میبینمتون دیگه. بله. برم برگرد. این قوره ها که دیگه لازم نیست. نه بخور بخور. قوره ها رو بخور. سیر خام هم بخور، برات خیلی خوبه. سیر خام مسواک معده است. خداحافظ. نظرت راجبه تئاتر چیه؟ شام بهتره. ای داشتم میافتادم. خب پس من میگم بهت زنگ بزن. باشه باشه. تلفنتو میدم میگم زنگ بزن. خودشه؟ تخمینه دیگه نه؟ خودشه؟ بفرمی همینه. دو برو دو سلام از طرفداران بودم. آخه مثل یه آب خورده. خدا قشنگ شده ها. خونه قشنگ شده. کارشیا رو دیدین؟ او این از زورتاله شده؟ یک ساعته اومد همه رو زد رفت بدون گرد و خاک. پرده آشپزخونه. پرده آشپزخونه رو خودم نصب کردم. پیانو رو آوردن. او بله. کوکم شده؟ نه هنوز کوک نشده. کوک کردنش طول میکشه دیگه، گفتم مهمونم. ولی پرده های اصلی رو بهنوش زد دیگه. بله بهنوش خانم اومدن زحمت کشیدن. آره انگار داره زنگ میزنن. میشوام، مهم نیست. مهم نیست. آره بچه‌ها، رامبد و اشکان و سروش. غذا آماده است؟ بله، غذا ما آماده است. ولی نیدین، نشستم آب می‌خورم، کیف می‌کنم. زنگ می‌زنن ها. دیدی اینا یک ساعت منو وقتمو تلف کردن. قرار بود 8 میان 9، منم می‌خوام 5 دقیقه اونجا.
پنج دقیقه هفت بذاریم تا بیاد. همسایه ها الان دیوونه میشن. برم در باقر رو میگم. در باز نمیکرد. نون دارن زنگ میزنن. دست من. سلام. سلام. شما ساعت 8 قرار بوده بیان. 8 و 2 دقیقه. دوست داشتم 5 دقیقه پشت در معطل. 8 و 2 دقیقه. به 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 این خونه. به 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 این سلیقه. به به آقای بیرنگ. سلام شما چکرم. سلام سلام. خوش اومدید. ساعت چند قرار بوده بیان؟ خوش اومدید. خوش اومدید. امتیازش چنده؟ دو. من دو. اون به 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 مبارکه مبارکه. سلام. اجازه دارم؟ بله اینا برای خوردنه. فقط زیاد نخورید ها. غذام خیلی خوشمزه. گل ماهیچه. گل ماهیچه. گل ماهیچه. گلی ماهیچه. گل ماهیچه. نخورید بچه ها زیاد ها. اینانی بخورید ولی زیاد نسیر میشید. اگه اجازه بدید میخوام بلنشم برم. چرا؟ میخوام برم. چرا؟ چرا؟ چرا سورو؟ یه لحظه ببخشید. چرا؟ همسر محترمتون کجا نروس خانم؟ زنت کن راستیم. خانومم و... خانومت. کجا؟ فرستادم خونه باباش دیگه چیکار داره امشب مهمونی مجردیه منم میخوام برم نداره اینجا. من تصمیمم رو گرفتم ها. کاری هم ندارم شام چی من هشت میخوام بدم خدای شام شام خوب باشه هشت میدم بد باشه هشت میدم بی‌نظیر باشه هشت میدم ولی سروش بمون اینه که برای چی بمونم بمون سروش برم خونه راحت اول من برم بزنیم تو یعنی واقعا قید یه شامو میزنی میری خونه من هر تو نباشی اصلا امتیاز میخوام چیکار میخوام سر به تنم نباشه از الان گفتم هشت تا چقدر این کاراش اعصاب خورد چون به تو دودا میخوام برم براتون یه نوشیدنی خنک اجازه دارم آقایون کتمو در بیارم بفرمایید بفرمایید من برم نوشیدنی در بیار نرو پیش ما بمون در بیار واقعا زنش کجاست همسارش میگه فرستادم خونه باباش امیدوارم خیر باشه این رفته امیدوارم مسئله از توش پیش به وجود نیاد برو سروش چه میدونم چه میدونم چی میگذره تو زندگی مردم آره میشه بهش بگی که بره من میخوام مطمئنم که سروش نمیره کی کجا بره سروش میگه میخوام برم من که هشتمو دادم آقا بیرنگ کدومه اینه آقای بیرنگ آقای بیرنگ اگر اونجا نباشه نه الان آقای بیرنگ بیرونه اون از کجا معلوم خونه از کجا معلوم نیست آقا من هر دفعه اعلام کردم من میام پیش شما یکی اشکانو دادم دوی تو رفت فقط مونده اشکانو هشته من چی بدم برم چرا اینقدر به اون چرا به اون میخوای اینقدر بیشتر از ما هم شهریش به چند دلیل کافیه آره تموم شد رفت نه بعد تازه هم ازدواج کرده به کمک ما احتیاج داره تو اینقدر یه حس انسان دوستید گل کرد واقعا احتیاج داره دیگه یعنی بیا این هشتی که تو میدی باعث میشه اون نفر اول ما بشه ببین خب تو وقتی یک و دو و هشت خب خیلی خوبه دیگه پس ما کمتر میدیم ما اگه قرار بود میشه امتیاز خلید. ندیم کلا به مهدی هم شما نه نمیشه بعد امتیاز نمیشه باید بدی ها کو بدی چرا من فقط واسه اینکه مثلا با سروش مخالفت کنه من با سروش میخوام مخالفت کنم آقا بیرنگ میشه یه جای وایسی من یه جا واسدم شما هی میچرخی تو کدومی الان؟ جدا کوشی شما حس بزنی من کیم بیژن من کجام؟ آقا من انتخاب میکنم من خوب آقا هر کسی زاویه خودش بده من الان با رام بودم الان با رام بودم این بیژن هست آره. هر وقت اومدی اینور به من بگو که من با تون حرف بزنم نه الان من با اینم جانم بگو من میخوام برم آقای بیرنگ نرو این عمرن بره شما فکر میکنید واقعا شام مهدی رو ول میکنه میذاره بره آره شکموه امکان نداره باشه کمی هر چقدرم بخواد شیک غذا بخوره بازم غذا رو میخوره شیک 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 غذا میخوره ولی چون تصمیمو گرفتم بیارم جذابیتی نداره چه بری یا نری این دوره هم بودن چی اونم جذابیت نداره دیگه چیکار کنیم که بهت خوش بگذره که نری بگو من چیکار کنم بگو برات نمایش اجرا کنیم تو پیانو بزن رامبد آواز بخونه چشم این کارو میکنیم بذار شربتمون رو بخوریم باش شربت داری میاری مهدی ها؟ یه شربت اینقدر طول نباید بکشه چی کار داری میکنی؟ شاید بهش هفت بدم چون شربت داره طول میده داره طول میده نه واقعا به این قضیه که هیچ چیز همه چیز رسمیه تو اعتقاد داری خیلی خوب ببین میخوام بهش هشت بدم ولی خودش داره نمرشو کم میکنه نه اومدم بیا همون فعلا هفت و نیم بیا اجازه داریم میوه بخوریم؟ نوش جونتون تو که بلد نبودی خودت تنها کار کنی چرا خانومت فرستادی بره؟
والا گفتم مهمونی مردونه است، لزومی نداره تو اینجا باشی. فرستادم اشتها مثل یه مرد واقعی. بذار تابش بدم این شکل. ولی نه باید خانومتو میفرستادم. ولی یه ذره اینجا هم قرمزیش پیداست ها؟ کو بیا ببینی. فرستادم اشتها. نمیشه دوری نمیبینم. الان میام نزدیک ببینی. اینقدر محکم چه جوری بهش گفتی برو؟ گفتم برو زن باری کلا جلسه به قیافت نمیخوره. ما میخواییم تنها باشیم زن. اون چی گفت؟ اصلا مهم نیست. عشق میریختم و میگفتم. مهم اینه که اون چی گفت؟ زار زار گریه کرده. بذار بمونم مرد. آب ادامه شو بگو. هیچی رفت دیگه. بعد زنگ زده از اون موقع تالا. چجوری بره؟ ببین تو سیبیلات سیریشه نه؟ سیریش بفرمایید بچه‌ها. ترکیبی از ریش و سیبیل. سیریش. آقای مخصوص این اصفهانیه درسته؟ بله بله. کاری کردی؟ خود درست کردی؟ خیلی خوب کاری کردی. خیلی دیگه کار داره. کار داره. آب و یخ نظرم کار داره. این خیارا رو اینجوری رنده کرده. راستش رو بگم سکنجبینش رو مادر خانومم درست کرد. بله. بله. سکنجبین خانواده عروس خانوم کجایین؟ بله. اصل تهران. باریکلا. بله. من برم اونور بشینم. بالاخره کجا برو؟ اینور. جای تو اشکال نداره. نه بیا. اصل تهران یعنی چی؟ تهرانی دیگه. سکنجبینش ریختی واقعا؟ آره کمه. نیست. دو. اصلا مزخرفه. تا. تهران اون نقشه. یعنی مرحله امتیاز صفر. صفر. در این مرحله امتیاز ده چرا؟ هاشون گبران بشه. بخور بخور سروش. سروش؟ سروش. سروش؟ آره من سروش رو دوست دارم سروش بگم. اشکان کمه سکنجبینش؟ سلیقه شخصیمه. چی؟ من اشکال داره سکنجبین داره. اصولا سکنجبین دوست ندارم. اصلا برام تعم و مزه مهم نیست. داری؟ کشی ما رو. برای همه چی میخورم. برای من ارتباط مهم. آره خوب. آره این که انرژی میدی خوبه. من قبل از اینکه برم یه جایی تصمیم میگیرم مشکل نداره. مشکل نداره. اومد بند خود فقط این که توی جای به دنیا آمدین کافیه. بعد الان میشنوی من چی میگم به هم چونه موشنگ داره کردیم تو بیشتر با من معاشرت کردی با اون. ببین تو وقتی دو من و تو تو یک تقریبا یک نسل هستیم یا با اون من هم برای توضیح میدم. دو تا تیم که دارن فوتبال بازی میکنن و تو هیچ شناختی نسبت به هیچ کدومشون نداری یا به هر دوتاشون خیلی شناخت داری. خب بالاخره یه موقعی تصمیم میگیری که طرفدار یکیشون باشی یا نه. بله من الان تو رو خیلی خوب میشناختم خیلی هم رفیقی. خب ولی یه دفعه تصمیم گرفتم به مهدی هش بدم به تو دو بدم. نه اینو بگو چرا. من تقریبا روشن شد واقعا خوابم نمیبرم. دو سه شب بیخواب شدم. آره بگو انقدر بیخوابی کشیدم. من احساس کردم تو بفرمایی چون یعنی همینجور به حسم مراجعه کردم. گفتم تو بفرمایی. کجا بود حست؟ اینجا همونجا که ما داد آقای بیرنگه. آقای بیرنگ رو داریم. ببین چقدر مفید تره که آدم حسشو بذاره اینجا به جای آقای بیرنگ. من مراجعه کردم گفتم من چیکار کنم. یه چیزی از اون تو ندا در داد که به اشکان بده یک، به رامبد بده دو، به مهدی بده هشت. ندا در داد یک به من، دو به رامبد، هشت. تا اینجاش هم اومدم بقیهش هم میرم. پرکلو چند وقت اومدین به این منزل زیباتونه که اینجوری ساختینش؟ ما کمتر از یک ماه. به به آفرین. الان خوشبختین؟ خیلی. قبل از ازدواج خوشبختتر شدی؟ این خوشبختی به تشویق کنه. خوشحالی ازدواج کردی؟ بیشتر دست بزنی شاید برگشت. ادامه میدید یه سری سوال میکنیم که این تشویقه ادامه پیدا بکنه. واقعا ولی سلیقه‌ای داره. همسر رو دوست داری؟ خیلی. همسر تو رو دوست داره؟ فکر کنم همسرت سلیقه خوبی داره؟ همین که تو رو انتخاب کرده. تو قد دست خانومت بلندتره؟ قد معنوی خانم دست تو بلندتره؟ دست خانمت سنگینه؟ خیلی دست خانمت بچه دوست نداشتی؟ نه چرا؟ بده من یک بدیم نه جان من وارد این بازی ها نشین. اگر واقعا دوست نداشتین به جهنم عالی خوش بده چی کار کنم؟ نه عالی بود
خوبه. نه خوب بود بابت اینکه هوا گرم. فقط یه نکته. یخاو و خیارا نمیذارن مایعشو بخوری. اصلا به همین دیوار میمونه. نمیره هیچ. اصلا به همین دلیل اونا رو گذاشتن. قاشق دادم بهت. خوب. اینها خودت در آوردی و گذاشتی اونجا. چیکار کنم اینا رو بزنم کنار؟ نه هم بزن. خب چی میشه؟ ببین من الان موفق شدم. ببین هم بزن تو یه لحظه بخور. خب یه کاتالوگ هم بدین باهاش. یک دو سه چهار پنج شش. بارون بارونه زمینا تر میشه، گلستا جونم کارا بهتر میشه، گلستا جونم تو شالی زاره، میترسم به چاد طاقت نداره، طاقت نداره. خیلی تون بارون بارونه زمینا تر میشه، گلستا جونم کارا بهتر میشه، گلستا جونم تو شالی زاره، میترسم به چاد طاقت نداره، طاقت نداره. دونای بارون ببارید نارون تر، گلستای منو دارم میدن شوهر، گلستا جونم شالی زاره، میترسم به چاد طاقت نداره، طاقت نداره. دوباره شروع شد. بفرمایید. غذای شیک. شیک. بابا این پیش غذای سروش خواهد قرار نیست سیر بشی. شروع کرد. سروش با من پیش غذا کار نداره. من پیشنهاد میکنم یه قابلمه بذار اینجا. قابلمه آخه با این قرار نیست سیر بشی. چون 100 درصد دوباره تو رو بلندت میکنه. این چه رنگه؟ بنفش. این چه رنگه؟ بنفش. اون چه رنگی؟ آبی. اون چه رنگی؟ آبی. نه نه مهم نیست آبیه. نه نه کلی حالا هنوز ادامه داره. این چه رنگه؟ بچه ها بخورید. بنفش. اون چه رنگه؟ خدای من آبی. این چه رنگه؟ سرخ. آبی نشسته. اون چه رنگه؟ بنفش. بغل آبی. آره مهم نیست الان. ولکن الان مهم نیست. بچه ها ایراد نگیرید. جان من بفرمایید. سرد میشه. خواهش میکنم. با کدوم باید میل بکنیم؟ با هر کدوم دوست داریم. کوچیک آقای من چنگال کوچک انتخاب کردم. خب شما نظرتون چیه؟ تو نظرت تو پنگال کوچک. دلمه بسیار خوشمزه بود و ماستم خوب کنار شد. اصلا خیلی خوشمزه. غذا خیلی خوب بود. پذیرایی خیلی خوب بود. شب خیلی خوبی هم بود. دلم میخواد دوباره آواز بخونم از فرط هیجان و لذت. گل اومد، بهار اومد، میرم به صحرا. نه مرسی. چه از جا دور میشه دوست ندارم. آقای بیرنگ منو رامبد یه پیشنهاد داریم. من شما رو نمیبینم. آها. شما کجایی؟ اینکه ما بقیه شامهای بعدی رو هم بیاریم. ما رو گلوهای دیگر رو. یعنی چی؟ ما میاریم. باشیم ما چهارتا هستیم. بیاییم مجلس رو گرم کنیم. یعنی هر گروهی که شروع میکنه به بقیه گروه اضافه چند. مهمان بیاییم، مهمان. یعنی مثلا نفر آخر این پروژه مثلا باید به 300 نفر شام بده. بدبخت بابا شام شیک دادم که کاری نداره که بیش 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 این پیش غذا از خدایی با چنگال عالیه. تو خونه تو بیشتر آشپزی میکنی یا خانومت؟ مهدی تو بیشتر آشپزی میکنی؟ راستشو بگو یا هیچ کدوم؟ بیشتر مادر خانومم. دست بخ خجالت هم میکشین جفتتون یا نه؟ نه چرا خجالت بکشیم؟ حال میکنیم. من سر کارم، بهنوش سر کاره. خب مادر زحمت میکشه خیلی. آشپزی مادر خانومم بی نظیره آخه. بعد دست بخ تو بهنوش همه تشویقش میکنیم. افتخار مادر زنای دنیا.
بذاریم ببینم، نمیدونم بهنوشون دیس برنج قرار کجا گذاشته. زنگ بزنم مادر خانومت. نه من به هیچ وقت زنگ نمیزنم. میدونم شده رو میز برنجو میریزم ولی زنگ نمیزنم. به من چه؟ ما مردیم. چه فیلمی نشون میداد زمان جنگ جهانی دوم بود؟ یه سر لهستانی غذا رو روی میز درست کرده بودن، بعد یه تیکه گوشت وسط میز بود، اینجوری بود که باید میخوردی برسی به گوشت که بتونی گوشت رو برداری. آره بعد رو میز بود همه اینجوری کاشت، مثلا یه چیزی شبیه پوره بود، یادم نیست همونو دارم میپرسم، یه چیزی شبیه پوره بود میخوردم، بعد یه فیلم یا سریال فیلم بود، فیلم زمان جنگ جهانی دوم بود، یادم نیست فیلم کو، فکر کنم از این فیلمای بلوک شرق اون موقع. بعد یه بحث رو افتاد، همه درگیر بودن، فقط یه نفر داشت میخورد. بعد بحثی که به جایی رسیده بود که همه دیگه اینجوری بودن، گفت بردم بردم کشتا بردم جهازشو کشیدم بیرون. آیا خدا این یه حرکت مردونه است. باریکلا اینه اینه جدن چرا جهازو میگیرن و استفاده نمیکنن؟ الان میفهمی من چرا میخوام اشتا چون نایلون یعنی چی؟ باریکلا نایلون بریز بسر استفاده کن. آخ اولی بارا خیلی ما مردی. بعد امیدوارم زنده بمونه این پسر. نه نقره است یا مثلا ممکنه تو شیمی خوندین با گرمی اینا که چیز نمی کنه. نگرانشم آقای بیرنگ. خب میگم نگران مهدیم خیلی نگرانشم. میگم نمیشه خب حقم داری باید یه زر نگرانش بشه. سیاه کشید میخوام بعد یه دقیقه شاخشونه یه کشید خودی واسه خانم تبخیم. مهدی اگه چیز دیگه یه هست به نظرم بکش بیرون امشب. تا همین حد امشب بسه. بس. چون این گوشم هنوز سوت نمیکشه، دوستش دارم. خدا رو شکر غذام خوب شد. خودم خیلی راضیم. غذای خوب شد یعنی بد نشد که آبرون بره. چون بالاخره دوستان میمدن، خیلی دوست داشتم که یه غذای خوب جلوشون بذارم. و خدا رو شکر غذام خوب شد. فکر میکنم بچه‌هام خوششون اومد، دوست داشتن. نکش. چرا؟ موافقم. من موافقم. یکمی صحبت کنیم. اصلا میشه. درست. چون من نه نه نه. خیلی خواهده. هر. میدونم. من میدونم الان یک هفته. یک هفته. از روزی که اون منو رو خوندم. نمیدونم تا میخوای راجع به همین حرف بزنی. از روزی که اون منو رو دادن دست من خوندم. گفتم این گل ما. گلش کن. گفتم این گل. این که ماهیچه هست. آقا الان چرا من این چه فرقی بود؟ آقا این به همین میگن گل از میذاری سر من. چرا می‌خواستی ما بعد این چیه پس؟ اگر گل ماهیچه اینه پس ماهیچه دسته گل دیگه چاره امتیاز گل خاطر گلش کم کنید. من که گونت برم من میدونم دلم نمیشه. چرا این اسمش آقا سر میشه بچه‌ها این دسته گل ماهیچه پسر گل ماهی چند نفر چهار امتیاز کم کنیم. نفر چهار امتیاز کم. وای منفی دو. یه سروسم بالا. من از من میخواد منفی دو آخه. یخ کرد بچه ها یخ کرد. من سروش رو بکشم برای لطفا اشکان من بفر بکش. چقدر یکی دیگه بچه ها من یه سوال دارم. تو شیک میکشی بذار من برای تو بکشم. ماهیچه چقدر در بدن مهمه؟ سالمه همیچه ماهیچه ببین اینجا خیلی اصلا همه چیز ماهیچه تشکیم مرده و ماهیچه هشت. آقا من یه دستگل بزرگ میخوام. نه این زیاد شد. نه تو شیک نمیخوری دیگه. نه من خب هر چه نخوردی بده. نه بذار من جانم خدایا مرد و ماهیچه هشت. آره مردانگی و من دارم آب گل بر میدارم. این چیه؟ یعنی گوه بگی که یه ذره گل دونه بده این مرد گل دونه بده این مرد چه گویی چه بیرم به سهر مهدی یه سوال ازت بپرسم. این باقالیش تازه بوده؟ نه مهدی جان با اجازتون نوشه جون قاشق پری رو دارم میبرم میدم سروش جان با اجازتون اشکان جان با اجازت شده اشکان جان با اجازت شده بیژن جان بیژن جان به گل پسر برسون بیژن جان با اجازت خواهش میکنم اشکان جان با اجازت اجازه ما باقالی باید توی دم پخته بشه چه برنامه جذابیه میگه میخوریم 100 کیلو میتونم بشم تا 2 ساعت دیگه هم خود غذای خیلی خوب بود هم بحث در عین غذای خیلی خوب بود واسه همین غذای مزه‌اش دو برابر شد بچه‌ها شما
عالیه. مثلا یه شب مثلا میخوایم یه مهمونی مجردی داشته باشیم اینا جلعتشو داریم به خانوماتون بگیم بریم خونه پدرش؟ معلومه که نه. چرا؟ من که زن ندارم ولی چی؟ چرا من گوله شما رو خوردم؟ که چی؟ خب بهنوش خیلی باقالی پلو با گوش دوست داره. حالا یه ذره براش، یه قنچه براش نگرد بدم. یه گلبر. ولی جدن دیدی مردا هیچ چیزی رو جدی نمیگیرن. گفتم دیگه مردا، یعنی نمیدونم، من شاید برداشتم تلقیم از مردا اینه که وقتی دور هم دیگه جمع میشن خب سعی میکنیم که کمتر چیزی رو جدی بگیریم، چون دنیا به اندازه کافی خودش زیادی جدی هست. البته خانوم هم فکر میکنم همین جوری هم، چون یا نیستن، نمیدونم. از هر تراژدی میتونیم یه کمدی بزنیم. ولی الان برای همین زودتر از زنا میمیرن. اینجا بود درسته یا نه؟ پیاز فکر نکردم. مرد باید پیاز بخوره. راست میگی، چرا پیاز؟ مرد باید پیاز بخوره. یه سالادش پیاز. اصلا حواس کردم. مرد باید دهنش به جوراب بده اصلا. بی شعور. چی این تعریفو برای تو کرده؟ اونایی که قدشون خیلی کوتاست. مرد همیشه دارن نقش آدم بزرگی رو بازی میکنن. یه کودک 2 ساله تو وجود همشونه. و این دیوونه بازیه خیلی چیز به درد بخوری. باعث میشه آدم دنیا رو راحت‌تر تحمل کنه. فکر میکنم شاید خانوما به زندگی نگاه زنانه‌ای دارن که خیلی خیلی نگاه دوست داشتنی و پر از عقل و تدبیره. یه مرد زنشو چی صدا میکنه؟ زن، همسر، ضعیفه، بستگی به شرایط. مرد وقتی میاد خونه باید با کمرش در باز کنه. اینطوری اساسا که پره پر خرید باشه. هندونه با اینا. آره پدر بزرگ من گفته که من بعضی وقتا خریدم نمی کنم، همین کارو می کنم. عادت کردم. دستم تو جیبم می بریم. تو به خاطر انعطاف بدنی میگم که بعد حیوان باشین. ببین این امشب باید میشه چهار امتیازی ازش کم کنیم همینجا؟ اجازه هست چهار امتیازی ازش کم کنیم؟ امتیاز هست بزنیم تو دهنش. من تو نشستی داری سه تا مرد داری و مرد یه چیزی رو کاملا جدی بهتون بگم. من با اومدنم تو این مسابقه مادر زنش این رو میبینه این برنامه رو. بچه ها زنم به مثل استاده باید ببینم چی. ولی من فقط صرفا وارد این مسابقه شدم به خاطر اینکه شعورش دوستام شما رو بسنجم. چی؟ دیگه خودتون میبینین دیگه، 3 شب جایی دیگه غذا خوردیم، امشب هم اینجا. من فقط میخوام بسنجم همین، اصلا برام مهم نیست آخرشم اولشم، اینا مهم نیست. آخر میشی و شعور ما رو میسنجی. تو نفر آخری بیشعورم. امشب اولین شبیه که به آقای بیرنگ غذا ندادیم. آخه نه براشون آقای بیرنگ، آقای بیرنگ من براتون یه قابلمه میکشم، یه شاخه گل بزن اینجای لباس آقای بیرنگ دست درد درشم غذا نیست بیشتر گیاهه. یه شاخه گل بزنیم اینجای لباستون، بزن این شاخه گل رو بزن گل ماهیچه. آره دیگه نپس گل ارکیده. باور کنیم امشب بیرنگ همه تون دیوونه این. بابا مادرای قدیم به ماهیچه مونده. به تو چه ربطی داره؟ مادر قدیم به تو چه ربطی داره؟ من غذای ایرانی امشب گل ما توی خونه ایرانی یه جو قدیمی گرفته تو توی خونه ایرانی با چند تا مرد ایرانی داریم غذای ایرانی میخوریم. میفهمی؟ به گفتم گل ماهیچه بعید دونم تو تا هیچ وقتم شرفی نزده گل ماهیچه من نشده. میگن با ایران ماهیچه. رضا جان مادر شما به ماهیچه میگفتم گل ماهیچه؟ نه خیر مادر هیچ کسی نمیده. اصلا اینجا تو این جمع کسی هست که مادرش یا خواهرش یا اصلا حتی عمش آیا این ما رو گول نزد؟ آیا ما رو اخفال نکرد؟ شورت بدو خیلی خوب. آیا آیای قوی. نه من میخوام بدونم کاملا بازم بخور کاملا. یعنی واقعا صفتی دادی به ماهیچت گل بود. شرایطی ایجاد کردی برای ماهیچه. صفت خودم رو دادم به ماهیچه. من خیلی گلم. که کاملا جدا کردیم این غذای بسیار سنتی و تکلیف روشن رو که تو دوست داری. ما رو فریب دادی. تمام مدت فکر کردیم چی قرار اتفاق بیفته. و شما دو تا الان شما سه تا فریب خورده این برها شده. من که رها شدم. منم در شورا رها شدم. من اصلا رهای رها.
میخواین کتک خورده و فریب خورده و رها شدید؟ خبر رها شدید بعد فریب خورده. و تو میدونی که من واقعا به نیت هشت اومدم، ولی اگه یه صداقتی تو کار بود. آفرین آقا، این بهانه‌شو گیر آورد نمره کم کنم. من با دروغ این بهانه‌شو گیر آورد نمره من به این دروغ هشت بدم. من به این دروغ هشت بدم. گلش کو کوب گله کو خوب پخته، آب شده، رفته به خورده. این گله، این نکن سنبله بیا، ریخته، بیا نکن پر پر شد. من دیگه، من میخواستم هشت. چرا دستمالمونو برمیداری؟ میخواستم هشت، گفتم این مهدی همشهریمون این دستمال نو بمونه برای دفعه بعد. بازم بالاخره تو بفرمایید شمای بعدی احتیاج میشه. این دفعه که نتونست موفق بشه، این دفعه که با این دروغی که گفت هشتی رو که میخواستم بدم، میخواستم. بذار در برابر دروغ نیست. نه 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 من نمیتونم. میشینه. من نقطه ضعفم دروغه. هر کاری کرده بود هشت میدادم. اصلا فکرشو نمیکرد. همینو میگه. منظورش اینه که وای میستی رو بدونی. نمیتونه. کوتا نمیاد. چون فرهنگ دروغ رو داریم تربیت میکنیم. بابا اون گل ماهی چاست؟ بازم داره اصرار میکنه. من دوباره به نظرم ما همین امشب این گله، توی گله، این گله، سنبله. این چی هست؟ به نظرم سروش یه راه حل دارم وسط. یه راه حل دارم وسط. ما که اولش با حسن نیت اومدیم گفتیم این آبیه، این قرمز، این قرمز، اون آبیه. ولی اصلا اینجا چه فکرش اینا بذار زمین تا برات یه توضیح بدم. یه مایکه اینجوری حداقل اینو به شکل گل در میاره. میتونی؟ اگر میتونی این کارو بکن زودتر. چه نمیده اون نمره نمیده. بذار زمین برات بگم. اینم دستمال بگی جلوش بعدا خبرم. سروش ولی من فکر میکنم توی دادگاهی خیلی کاملا مردونه و صحرایی. محاکمش کنیم چون همونطوری رو دروغش داره پافشاری میکنه. دادگاه مردونه، دادگاه مردونه. تا بابا تجربهش نکرد. من حاضرم. من میخوام تو این دادگاه مردونه حضور داشته باشم. تو قاضی باش. من هر جاش باشم. جلاد میشم. دادستان میشم. من وکیل مدافع. تو وکیل مدافع؟ چون دادستانی. من وکیل مدافع. نه 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 بذار من وکیل مدافع باشم. نه تو دادستان باش، تو قاضی باش. اونم وکیل مدافع. با اینکه اعلام کرده بودم اهل قضاوت نیستم ولی قضاوت میکنم. چون نه بابا دروغ آخر برای ما رفیقاشیم. به ما که رفیقاشیم گفتم گل ماهیچه. الان غریبه بودن که بوستان ماهیچه. تو وکیل مدافع منی؟ آقا من این وکیل مدافع چی؟ نه این دادستانه. نه قاضی به اجازه نمیده که اختیاری وکیل انتخاب بکنی. شاید نباید اصلا این پیشنهاد دادگاه رو میدادم. چون پیشنهاد دادگاه رو من دادم. فکر کردم کار خوب میکنم. گفتم فرصت میکنم سر خودش دفاع کنه. ولی به ضررش تموم شد دیگه. آقا خوشمزه بود. آقای قاضی. جانم بفرمایید. عزیز من. بله. جسارت به محضر دادگاه. ولی فکر میکنم شما جسارت نکن، من اجازه نمیدم. من از قاضی هم تو شوخی ندارم. من کیفر خواست که میگم. جسارت بکنی نمیدارم. این دستگل میکنم تو دهنه. نه این چیزی بگم. من الان کیفر خواست رو میگم. از حضور دادگاه. من آقا من میخوام آخرین دفاعمو قبل از مرگ بکنم. بگو بگو. چرا؟ پس من چی کارم؟ چرا پول به من دادی؟ چه میدونی میمیری؟ بگو. چه میدونی میمیری؟ آقا این اصلا این یه کسره اضافه منو بدبخت کرده. گل ماهیچه نیست، گل ماهیچه. حل شد رفت آقا. حل شد رفت. به عنوان نونور بودن من به مجازاتش اضافه میکنم. آقا من الان با کیفر خواست رو میگم. ببینیم غذا خوشمزه بود. بله. کیف کردی. تازه داماد هست. هیئت جوری هستیم. هیئت خیر خیر. من وکیل آقا غذا خوشمزه بود. هیئت جوری مردم خودشون بهترین. غذا خوشمزه بود. با محضر دادگاه صحبت کنم. خیلی لذت بردیم. تازه داماد. اینه قاضی گل بخوریم. گل بخور. گل بخور و گوش کن. گل بگیم گل بشنویم. خب ادامه بده. بذار من نمی کنم تو حلقم گل بگم. حالا چرا محاکمه؟ بازی کردیم دیگه. با هم شوخی کردیم. بازی کردیم. با قاضی رام بود. قاضی رام بود. خودش بساطیه قاضی. جمع کردن اون قاضی خودش اصلا داستانه.
همه چی مهیا بود، همه چی برای ده 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 ما مهیا. من اصلا یه جایی گفتم بذارش ده بدم. حتی آره واقعا اینجوری فکر آره گفتم بذار بابا بذار بهش ده بدیم، ازدواج کرده احتیاج داره. خب ولی خب اصلا من فکر دروغو نکرده بودم. این سروش همه چیز میره زیر سوال. موضوع دادگاه اصولا موضوع جذابیه، همیشه توی در طول تاریخ سینما و توی اصولا نمایش ها، نمایشنامه نویس ها هم زیاد ازش استفاده کردن، زیاد استفاده شده، حالا چه به شوخی چه برای موضوعات خیلی جدی. و حجم دادگاه خیلی، یا شوخی کردن با دادگاه خیلی امکان فضاهای کمدی زیاد ایجاد میکنه. ما هم شوخی کردیم با مهدی، بخواد جرمش همین بود که غذاش خیلی خوشمزه بود، فقط اسمش رو اشتباه صدا میکرد، خودی میگفت گل و اینا. و اینکه توی همچین دادگاه شرکت، یعنی من جای مهدی بودم، خب منم مثل مهدی خیلی میخندیدم، خوش میگذره. اصلا داشتن همچین رفقای با مزه خیلی خوش میگذره. بچه خوشمزه بود کلا؟ نه اینکه بخوایم به تو زور بکنیم، عالی بود. آره چون دروغ بود. واقعا دیگه مهم نیست. دروغ نگفتم. اسمش من شنیده بودم، من فریب خوردم. بعد تحقیق می‌کردی. آره مثلا اینکه میگم اسمش من گل ماجرا. کشتی. من نمی‌دونستم بزنم با گوله بزنم تو سرش میمیره. زدی. مردی. کشتی. تو ما رو کشتی. عین خمیر دندون. تو امشب ما رو کشتی. تو چند روز ما رو کشتی. و احساسات من که الان جریحه دار شده، کی می‌خواد پاسخ؟ آقای قاضی اجازه دارم یه شاهد به منظرتون برا بخونم؟ بله. آقای بیرنگ من شاهد هستم. آقای بیرنگ خودشون راحته. الان آقای بیرنگ اصلا اینجوری نشسته بود، نگاه کن اینجوری نشسته. چون میگه این ماهیچه است، گل ماهیچه نیست که. خیلی خوب، پس برای متهم تقاضای اشد مجازات. ولی بچه‌ها آقا من دلم میخواد کف این گلدون رو لیس بزنم. من دفاع کنم. از بس خوش ببین این صداقت. بچه من دفاع کنم. این صداقت. این یعنی قاضی. این صداقت. این یعنی قضاوت. اینجا صداقت. من دلم میخواد کف این گلدون رو لیس بزنم. این باغچه از گلدون هر چی که هست. پارک، بوستان. من میخوام لیس بزنم. ولی توضیح بدم. از بس خوشمزه است. ولی دروغ گفتی. یه چیزی بگم؟ نه. خدا واقعا یک همچین وکیل مدافعی نصیب هیچ متهمی نکنه، بگن همون جلسه اول دادگاه به حبس ابد محکوم میشه. آقای خواهش قاضی تو چی؟ نه قاضی خواهش میکنم. وکیل تو چی؟ وکیل برای تقاضای اشد مجازات کرد. آقا من یه چیز دیگه بگم بعد بریم. آقا همه علیه. آقا یه چیز دیگه بگم، اصلا منو تیربارون کنی. بگو چرا بابا میشه گل بارونت کنیم؟ نه من میگم بگو دو تا ماهیچه دست گوسفند رو میگن گل ماهیچه و دو تا پای عقبش رو میگن ماهیچه. اشد مجازات. بده ببر بره. نه دیگه دسر بخوریم. دسر بخوریم، دادگاه رو تو دسر ادامه بدیم. نظرتون چیه؟ من میگم بذار دسر. جور این دیزارت. الان نیتسای عجیب غریبی میاره، میگه اینا دسر میبست. برو بیار ببینیم. چیز کن. برو بیار یه استراحت بده به دادگاه دیگه. تو بعد اعلام کن. قاضی مگه نیستی؟ چه کنم؟ من خیلی دهن میزنم. نه نه بی خودی تو گفتی یه کاری بکن، گفتم باشه دیگه. تو زرتو بلا فاصله میگه آقا من جمع میکنم ها به عنوان پیش خدمت دادگاه. پیش خدمت دادگاه. پیش خدمت دادگاه شد. چقدر دلم میخواست هشتی نهی دهی بدن. آقا من یه ذره از این خاک گلدون بخورم. منم یه ذره کود بخورم. شیمیایی هم هسته چون طبیعیش خوب میزه. خب دادگاه رو مکول کن که بعد از تایم اینها این دادگاه ادامه پیدا میکنه در زمان دسر و پس غذا. دادگاه رسمیه. نخورید دادگاه رسمیه. نخورید. بعد ادامه بدیم. من صحبت دارم. این اسمش چیه؟ این میخوام ببینم اسمش. من اعتراض دارم. کوکتل. اعتراض وارده. بفرمایید. اسمش قبلا نوشته شده. اسمش چیه؟ تحلیل هیئت جوری شده. به عنوان سند و مدرک اونجا ذخیره شده. میخوام اگه روش میوه تابستانی. کوکتل میوه. مجرم خودش میتونه از خودش دفاع کنه. رامبو جان این کوکتل میوه. من رامبو جان نیستم، من قاضی مون. قاضی جان این رامبو. آقای قاضی این قاضی جان این رامبو ده. این کوکتل میوه است. ببخشید خیلی جو داره شوخی گرفت. آره نه جدی. چرا دوباره من
این یه طالبی یا گرمکه با بستنی و شاتوت این کوکتل میوه است؟ یادش میکنم. نه آخه این کوکتل میوه. اعتراض دارم. چند... من دوست دارم تو این دادگاه محکوم شم. کوکتل دیوونه نه. کوکتل یعنی چی؟ بعد چیه؟ کوکتل یعنی چی؟ ترکیب. ترکیب یه ذره شاتوت رو بندازید توی یه نصف طالبی اسمش شد کوکتل. آقای قاضی اعتراض دارم. بفرمایید. من دوستم کلی مال توفش. محضر دادگاه شنید. و جمع کن دیگه دادستان. عجب وضعیتی ها. نمیتونه. بستنی آب شد بابا تو. داره میگه گفت چی آب شد؟ گفت چی آب شد؟ بستنی آب شد. بستنی میوست. نه خب بستنی نداره میتونه که یه چیز اضافه تر از این میوه باشه. حالا ببین چه بلایی سرت میارم. آقای قاضی شما باید دور از هر گونه حب و بغض رأیتون بدین. نونور میکنه خودشو. آیا در اسم این دستر به بستنی اشاره شده بود؟ من اصلا میخوام دیر بخورم بستنی آب شه. من اگه کوکتل میوه بود یه رو به دیگه میخوردم، ولی الان دلم بخورم نمیخوام بخورم. راست میگه، راست میگه، محدودیت ایجاد میکنه تو ارتباط برقرار کردن. توش نگفته مثلا امشب آمادگی بستنی خوردن نداشتم. اگه میدونست شاید نمیومدی. و یا خودم یا شاید خواهش میکردی که نذارن. یا خود آماده میکردی. آماده بستنی میخواد. اعتراض دارم. قاضی و دادستان هر دو زدن توی یه ماجرا. اصلا من میخوام ببینم. شما اعتراضتو بگو. کسی بعد گل میتونه بستنی بخوره. اجازه دارم حرف بزنم. من هیچ وقت نخوردم. کلیتش اینه که قرار بود دور هم باشیم. خوش بگذرونیم. هیچ دلیلی برای ناراحتی وجود نداشت. کوره بابای ناراحتی، برای چی ناراحت بشیم؟ قرار خوش بگذرونیم. تنها انتقامی که میشه از این دنیا گرفت، از این زندگی گرفت، شادی خندیدنه. چرا وسط حرف من دادستان رفت؟ ربطی نداره، یه عصب کنیم، یه لحظه جو او 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 من اسم تو خودت میگی خودت روز نمیگی مغازه ارشد مجازات برش دارم. ببین معذر دادگاه دارن با هم شوخی میکنن، تو در برابر معذر دادگاه. من اسم اینو بگم، ما الان خود معذریم، ما معذر دادگاه ما وای ما میتونیم با هم شوخی کنیم. از آقا شوخی میکنی؟ شما صداتو ببر ساکت بشی فقط نگاه کن. آقا شوخی میکنیم. اگه اینجوری دیدی شما زنگ نخن. اسم این طالبی بستنی شاتوت. نه بستنی با شاتوت تو طالبی. همین. کوکتل میوه. واقعا دارم مشکل پیدا میکنم. با استناد به قانون اجازه دارم؟ از اون سوال گفتم یا شوخی رو ادامه بدم. حرف از خود نباشه. پریشب هم کوکتل میوه خوردی، امشب هم داریم میخوریم. توی اونم خامه داشت. اعتراض دارم. هر گونه استناد به هر گونه شواهد یا مدارک غیر از این دادگاه اعتراض وارده. چون ما نمیخوایم اذیتش کنیم، اعتراض وارده. ببخش. مرسی. ولی این کوکتل میوه نیست. من باید بگم اعتراض وارده. قاضی باید بگه اعتراض وارده. خب تو هم بگو. نه تو هم بگو، نه اصلا تو من باید بگم. اصلا تو بگو. تو نباید بگو. اعتراض وارده. مرسی. این کوکتل خوش آمد. یه بار دیگه اعتراض کن. اعتراض دارم. وارده. بگو. دارم. وارده. دارم حال میکنم. خب؟ دارم. وارده. تو چی؟ هنوزم دارم. اعتراض داری؟ وارده. آقا من از همینجا دارم اعلام میکنم. میخواین دقیقا بگم از کجا؟ از همینجا. از همینجا. از اینجا. محضر که الان من خودم محضرم، شما دوتا هم بغل محضری. خب؟ دو نفش. آره. محضر دو نفش. محضر دو نفش. وارده اصولا. خارجم نداره اصلا. نه اگه بخوای خارجم نداره. من واردم دیگه. من خارم واردم. من اصلا عاشق خارجی. من یکی از آرزوام این بود که یه دفعه یه طالبی بخورم که توش بستنی و شاتوت باشه. خیلی دوست دارم، ولی این کوکتل میوه نیست. میفهمم. اعتراض دارم. خارجی. تو ببین از الان تا 5 تا دیگه ترجیح میدی وارد. کوکتل میوه آب میشه. میدونی اصلا اعلام نکنی وارد. کوکتل میوه آب میشه. کوکتل نه. آی میرای منو نجات بده از دست اینا. نه تو سکوت اختیار. میپلاسه. میگنده. میترشه. ولی آب نمیشه. اعتراض دارم. آب میشه. آب میشه چیه؟ بستنی آب میشه. بستنی ولی کوکتل میوه. تو امشب بستنی ولی کوکتل میوه نیست. یک در میلیارد فکر میکردی امشب مجبور بشی بستنی بخوری؟ نه. مثلا اونقدر گل نمیخوردم. نه. حداقل دو تا گل میزدیم ما. خیلی احساس کردم امشب، به خصوص امشب که شب آخره، احساس کردم که چقدر عمق داره دوستیمون با اینکه 4 شب ازش میگذره.
چقدر هم دیگر خوب میشناسیم، چقدر لذت میبریم از کنار هم بودن و به طور قطع و یقین ادامه میدم این دوستیو. خیلی خوش گذشت بهم. از یه طرفم خب خیلی ناراحتم، شبای خوبی بود، جای همه کسایی که دارم میبینن خالی بود. خیلی به ما خوش گذشت، خیلی خیلی. خود من که خیلی چیز یاد گرفتم تو این چند شب و خوشحالم که با هاتون بودم. من میتونم خواهش کنم که خاله از میزبان دفاع کنی؟ جا تو یه دقیقه عوض کن. منم این خواهش میتونم بکنم. اگه من منم میتونم رقصم عوض کنم؟ من میتونم منشی دادگاه بشم؟ تو ساکت باش. آره ساکت باشم. نه ساکت باشم. ساکت باشم منشی دادگاه باشم. میتونم؟ منشی خوبه. به شرطی که حرف نزن. نه حرف نمیزن. فقط بیادش بگیر. آقای بیان من میتونم ازش دفاع کنم. شما دفاع کن. حالا جواب برعکس. من بودم. من میتونم ازش دفاع کنم. نه دیگه. من میخوام ازش دفاع کنم حالا. من همچنان قاضی باقی میمونم. من به این قضاوت مزه دارم. بهتر میاد. موافق محمود آفرید باشه. من میگم من قاضی باقی میمونم. من دفاعی ندارم. من دیگه از من اصلا قضاوت میکنم. چی نه دفاعی ندارم. دفاعی ندارم. متشکرم. مرسی. تکلیف این دادگاه. تکلیف این دادگاه روشن شد. عاشق دادگاه های سریع هم. سریع بقیه هم به کارش میرسن. قرار داشتیم بیرم استخر. پرونده بعدی؟ دوباره مال ایشونه. برای من خیلی خیلی خوب بود، یعنی هم خوش گذشت، هم خوردیم، هم خندیدیم، هم دوستی کردیم، هم دوستی ها بیشتر شد. نمیشه من تو شبای بقیه بیام ولی خونمون نیا. تو واقعا با این روحیه میخوای به زندگی زناشویی ادامه بدی؟ قطعا. من میرم بالا دوباره. میرم بالا صندلی. منم بالا. من میرم بالا صندلی. من که اصلا بالا بودم. آقا پرونده بعدی رو کنیم. دروغگویی در زناشویی. خصوص که زنش هم دوست ماست. آره همکار ماست. ما نمیتونیم چه دروغی گفتم. دیگه اونجا چه دروغ؟ این روحیه. یعنی با این روحیه دروغگویی. طالبی کوکتل میوه‌ست. بستنی کوکتل میوه‌ست. آره مگه اون شب تو خامری کوکتل گل ماهیچه است؟ آره. دست گوسفند گل ماهیچه است، پای گوسفند ماهیچه است. چمن ماهیچه است. این اتفاقات دراماتیکو خیلی دوست دارم. یو اصلا بازیشو دوست دارم. خوشم میاد یه بحث جدی، یه فضای جدی، کاملا شوخیه ولی لایه های جدی فراوانی داره. لحظه غم انگیزیه. آره خیلی لحظه که نه خداحافظی نیست. شب آخر ما با دروغ مواجه شدیم و با یک دادگاه و مجازات. هیچی بهتر از این نیست. نمیخواستم این اتفاق بیفته. منم همینجور مجبورم بستنی های آب شده رو سر بکشم. خسته شدم از بس خندیدم. حیف شد که تموم شد. خیلی البته کلیشه این حرف که میزنم، همه فکر کنم بگن اینو، میگن خیلی با کاش که ادامه داشت، ولی واقعا میتونه هر شبش جذابتر از شب قبلش بشه. فکر میکنم اصلا همین به تماشاچی هم منتقل بشه که اینجوری دور هم جمع شدن و شوخی کردن و خندیدن و زندگی کردن کنار هم دیگه با رفقا چه چیز لذت بخشی آدم نباید دستش بده. حالا واقعا گل ماهیچه یعنی چی؟ خب جانم بگو یه دروغه دیگه برامون بگو. یه دروغه دیگه بگو که دیگه خوشگل میگی بعدی هم بگو که خوب بلدی دروغه. ولی واقعا من کم دروغ میگم. تو دیگه بده بعدی هم بگو. کم دروغ میگم. کم دروغ میگی. اینم یه دروغه دیگه. اینم یه دروغه. در عرض یک ساعت یا یک منیو سه تا دروغ گفتم. وکیل مدافع همه. آره با ما شو. آره وکیل. تو وکیل من بودی. نه. هیچ دفاعی ندارم. چرا؟ بگو. به چا من گیر کردم. من فکر کنم مهدی برنده میشه. نمیشه؟ این دوتا به میشماریم این سه که یه وقت بیشتر از ده تا نندازم. اوه 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 خیلی قلکش پرا دیگه. شب آخره دیگه. من که تکیم آشم اول معلوم بوده.
به مهدی تفلک درخه دروغی هم نگفته بود ما اینقدر سر به سرش گذاشتیم بازم گیر کرد مهدی میدم هفت یعنی هفتاد من فقط وجدانم سر اشکان یه داره معذبه ها هنوز از دست شما آقای بیرن یه ده بهش کم دادم نکنه سر اون دهه چند تا شد؟ هفته ها چیکار کنیم؟ ها؟ چی بگم؟ من این یکی و آخر رو نه به علت اینکه گفته بودم هشت بشت میدم هشتاد بشت میدم به این علت که واقعا ظرفیت شوخیش زیاد بود و هر چقدر شوخی باش کردیم سر حال جواب داد بشت میدم و دیگه بس دیگه اوه زیاده که خب نه به چکاشو بده به بعدی بله شما بشکنی بدید به بعدی این مال من یا مال تو به نظر من مال من باشه به به حالا بشکنیم ببینیم که تو قله که هر کسی چقدر رأی داره بشماریم بچه هر کی اول بشه به اون یکی چیزی میده یا نه قطعا آره. چی مثلا؟ جایزه شدم یه چیزی یه هدیه بگیره بده آره چون اونا باعث شدن اون اول هر که اول شد بقیه رو دعوت کنه رستوران من خب شما مردید همه؟ سب کنید اشکان چقدر؟ چقدر شماره یا چقدر پول؟ چقدر تو قلکت بود؟ 23 تا 230 تا شما؟ 26 شما؟ 25 شما؟ 25 پس برنده ما میشه یه نکته جالبی که واقعا توی مسابقه رفاقت مهم بوده نه آشپزی یعنی دو تا برنده داریم آره؟ نه 26 واقعا کسی که حقش نبود شما با دوستی به من رأی دادی من به سورنا هم تبریک میگم چون واقعا سورنا تمام مدت در کنار تو داشت تلاش میکرد با یک روحیه بسیار عجیبی که داشت سعیم میکرد خیلی بروز نده که دلش میخواد تو اول بشی آره تو رو تسلیم میکرد ولی معلوم بود خیلی داره قلبش میزنه برای اینکه تو اول بشی خب پس زیاد از وجدان نداشت زحمتی که نه جان سروش کتاب اینا نخرید یه هدیه برای سورنا بخر آره برای سورنا حتما یه چیز خوب بگیر آره باش برای شما هم چیز بگیرم حالا نمیگه اصلا که شد نمیگه دوباره برگشت تو دوی هشت دو ولی دمتون گرم خیلی خوشحال شدم خسته نباشید که اومدید تو برنامه ما ممنون از شما مرسی اولین کسایی بودید که جرأت کردید لطف کردید مهربانی کردید و اومدید به برنامه ما ممنون شما موفق باشین در ادامه را یه ماچ دیگه چکر سروش جون خب مبارکه قهرمان آشپزی قهرمان آشپزی سروش واقعا جایزه شما 4,600,000 تومان خب چه عالی که به تقدیم میشه چقدر؟ 4,600,000 تومان 4,600,000 تومان امیدواریم که مبارکت باشه و امیدواریم که همیشه موفق باشه ممنون ما لازمه که از همسرامون هم تشکر بکنیم به خاطر اینکه خیلی هوامونو داشتن و خونه ها رو در اختیار ما گذاشتن بابت اینکه اینجوری کثافت کاری بکنیم
و بعدش از خودمون همه رو جمع میکنیم. پس به افتخار همسران بگذاریم مهربانی چتر خود را باز کند بر روی این خاک، بر روی این خانه، بر روی این دل. بگذاریم سفره‌های من گسترده باشد به وسعت این خاک، این خانه و دلهای من. بگذاریم خنده‌های من بلند باشد به بلندای ایمان من به انسان‌ها، به دل‌ها. بگذاریم باش قدرشناس، مهربان به هم و ایرانی، و مهربانی را در شادی یک نسل همچون سورنا که دل خوش کردند به مهربانی ما پیدا کنیم. بگذاریم سرفراز باشیم به قد یک تکه نان که برکت است، و با همدلی های من، با پذیرش هم، برکتش افزون می شود.